هشتمین سالگرد شهادت برهان الدین ربانی شهید صلح و 16مین سالگرد شهادت قهرمان ملی کشور احمد شاه مسعود در بلخ بزرگداشت گردید. عطا محمد نور والی بلخ بار دیگر از انحصار قدرت در حکومت انتقاد میکند و میگوید که بعد از گرفتن قدرت از سوی چند فرزند شمار در حکومت خلاف قانون است. والی بلخ میگوید که ائتلاف ملی برای نجات افغانستان به این منظور ساخته شده است که اصلاحات را در کشور به میان بیاورد و از انحصارگرایی و استبداد در حکومت جلوگیری کند. آقای نور همچنان میگوید که ممانعت از بازگشت معاون اول رئیس جمهور به کشور خلاف قانون است و ائتلاف ملی برای نجات افغانستان میخواهد که آقای دوستم دوباره به کشور برگردد و به کار خود به عنوان معاون اول رئیس جمهور ادامه دهد. شرح بیشتر در گزارشی از طیب بصیر. همایش بزرگداشت از ششمین سالگرد شهادت برهان الدین ربانی شهید صلح و 16مین سالگرد شهادت قهرمان ملی در بلخ. عطا محمد نوروالی بلخ در این همایش حکومت را به انحصار قدرت متهم می کند و می گوید بی‌عدالتی در نظام وجود دارد و مردم مخالف زورگویی ها از سوی یک جنای خاص هستند. به باور والی بلخ، انحصارگرایی در حکومت نوع بسترسازی برای استبداد بزرگ است که نتیجه آن عقب ماندگی کشور را در پی خواهد داشت. وضعیت کنونی در کشور حکایتگر اغماز از درس‌های بزرگ تاریخ است. انحصار فعلی قدرت در دست چند تن معدود در مغایرت با ارزش‌های اسلامی، نظام دموکراسی و خواست‌های جامعه جهانی عملا نوع بسترسازی برای احیای استبداد بزرگ است که بار بار افغانستان را به پدگاه فاجعه کشانیده و طی قرون متعادی باعث عقب ماندگی این کشور شده است. والی بلخ در این نمایش گفت برخی حلقه ها با حیله و فریب و ترورهای سازمان یافته می خواهند که چهره های جهادی را از میان بردارند و همچنان جنبش های مدنی را در نطفه خونسا سازند. برخی ها تلاش دارند با حیله فریب و ترورهای سازمان یافته جریان بزرگ جهاد، مقاومت و عدالت خواهی این ستونهای اصلی بقای جامعه معاصر افغانستان را تضعیف و مزمحل سازند. آقای نور همچنان گفت که ائتلاف ملی برای نجات افغانستان برای مخالفت با نظام ساخته نشده است، بلکه هدف آن آوردن اصلاحات و پایان دادن به انحصارگرایی در نظام است. ائتلاف ملی نجات افغانستان، رهبران و جریانهای متحد آن نه در صدد براندازی نظام بلکه در پی بهسازی آن هستند و ما در این راستا حمایت گسترده ملی و بین المللی را داریم و با یاری خداوند لایزال حتما موفق خواهیم شد. عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری نیز با فرستادن پیام در این همایش گفت دسیسه ها علیه ائتلاف ملی نجات افغانستان جریان دارد، اما این ائتلاف با این دسیسه ها هرگز متزلزل نخواهد شد. تمام حوادث و مشکلات موجود آمده را، بوجود آمده را و حرکات انجام شده را تعقیب میکنم. من میخواهم واضح و کردکی به شما اطمینان بدهم که اگر جنرال دوستم نبود، پسر جنرال دوستم است. اگر استاد عطا محمد نور نبود، پسر استاد نور است. اگر استاد محقق نبود، همچنان پسر استاد محقق است. و یا صلاح الدین خان ربانی اگر نبود، فرزند او هست. بنابراین مطمئن باشید که این ائتلاف از هم نمی پاشد، بلکه مستحکمتر و قویتر خواهد بود. والی بلخ خان برگشت معاون اول ریاست جمهوری به کشور شد و همچنان گفت که ائتلاف آنان از طرح وفاق ملی احمد ولی مسعود حمایت میکند. او از راهبرد جدید آمریکا برای افغانستان استقبال کرد و از جامعه جهانی نیز خواست که بجای گوش دادن و چند انحصارگرا در درون حکومت به صدای مردم گوش دهد. والی بلخ در این نمایش تامین عدالت و برگزاری انتخابات شفاف را از آرمانهای احمد شاه مسعود قهرمان ملی دانست و از سران جهادی خواست که راه او را ادامه دهند.